اگر در شهر تهران بخوایم صحبت کنیم، خب کمتر از مثلا 6 میلیون تومان درآمد در شهر تهران ما رو با مشکلات دشواری جدی در خانواده دو نفر مواجه میکنه. انتقاد کارگران ایران از حداقل دستمزد سال آینده. مقامات هم اذعان میکنند که رقم تعیین شده میلیون ها نفر را همچنان زیر خط فقر نگه میدارد. از یک روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران میپرسیم با توجه به افزایش شدید هزینه های زندگی در ایران، دستمزد کارگران چقدر به حل مشکلاتشان کمک میکند؟ در ادامه برنامه امشب. دست کم نازنین دیگه مجبور نیست قاضی و بازجو رو دوباره ببینه. آخرین محاکمه نازنین زاغری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. قاضی پرونده گفته حکم این شهروند ایرانی بریتانیایی به زودی اعلام می شود. انتقادهای گسترده از برخورد خشن پلیس لندن برای برهم زدن مراسم یادبود یک زن قربانی خشونت. جامعه مدنی بریتانیا خواستار تلاش بیشتر دولت برای تأمین امنیت زنان شد. کورنر عراق، ارسال توپ روی دروازه ایران، این ضربه سر با ویلا و گرفته شدن میزبانی بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال از ایران. وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک دست به دامن وزارت خارجه شدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران تصمیمی گرفته شد که دخل و خرج زندگی حدود 26 میلیون نفر را به طور مستقیم و 10 میلیون نفر دیگر را به طور غیر مستقیم تعیین می‌کند. تعیین دستمزد کارگران در سال 1400، کارگرانی که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و ادارات و بانک‌ها مشغول به کارند. قبل از اینکه وارد اعداد و ارقام شویم، کوتاه اینکه خط فقر را بین 8 تا 10 میلیون تومان تعیین کردند. حداقل حقوقی که برای کارگران تعیین شده حدود 2 میلیون و 650 هزار تومان است که با مزایا می شود 4 میلیون و 200 هزار تومان. و اما دولت می گوید که 39% به حقوق پارسال اضافه کردیم. چی بهتر از این؟ فعالان کارگری می گویند که حتی با دو برابر کردن این حقوقی که تعیین شده کارگر همچنان زیر خط فقر می ماند. دولت در ایران بزرگترین کارفرماست. این شیوه تعیین دستمزد چقدر عادلانه است؟ کارگر با این وضعیت چطور میتواند از عهده مخارج خود بر بیاید؟ ده ها میلیون نفری که در تأمین مایحتاج روزانه خود درماندند چه خواهند کرد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال آینده. حقوق پایه کارگران 39% افزایش پیدا کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 را حدود 2 میلیون و 655 هزار تومان تصویب کرد. با اضافه کردن مزایای مسکن، بن خاروبار و حق اولاد، حداقل حقوق کارگران برای یک خانواده 3 نفری حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود. اما رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار پیشتر گفته بود که هزینه متوسط یک خانواده کارگری در ایران 8 میلیون و 735 هزار تومان است. حدود 2 برابر این میزان. البته کمک هزینه مسکن که یکی از مزایای کارگران است هنوز به تصویب نرسیده. داریم البته آیتم مزد مربوط به مسکن مربوط به تصویب هیئت وزیران هست که پیشنهاد اون به قید فوریت تقدیم هیئت وزیران خواهد شد که انشاءالله در صورت تصویب اون هم منظم خواهد شد به تصمیم امشب. در مصاحبه ای از آقای شریعت مداری که روزنامه شرق امروز منتشر کرده، حتی خود وزیر کار هم میگوید درآمد کمتر از 6 میلیون تومان برای زندگی در تهران مشکل زاست. اگر در شهر تهران بخوایم صحبت کنیم، خب کمتر از مثلا 6 میلیون تومان درآمد در شهر تهران ما رو با مشکلات دشواری جدی در خانواده دو نفر مواجه میکنه. یکی از مسئولان خانه صنعت و معدن هم به وزیر کار پیشنهاد داد با حداقل دستمزد 1 ماه زندگی کند تا ببیند این حقوق کفاف هزینه های زندگی را میدهد یا نه. با این حداقل مزد نمیشه زندگی کرد. این واقعیتیه. مثالش هم اگه میخوایم واقعیتشو بسنجیم، پیشنهاد میکنم آقای وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی زندگیشون رو با همین حداقل مزد 1 ماه بگذرونن. با این مزد خرید بکنن، ارتزاق خانوادهشون رو با همین انجام بدن، ببینن چقدر کفاف میده.
دیگه من خودم چند سال پیش که کمیته مزدینا میرفتم اون موقع گفتم به دوستانم یک ماه این کارو کردم، سخت گرفتیم دیگه، گفتم من با این حقوقی که حداقل مزد داره همکار من با من یک کارگر داره دریافت میکنه این پولو میذارم کنار، هیچ چیز دیگه روش نمیذارم، این یه ماهو کمربندا رو صفر کنیم باش ببینیم میچرخه یا نه. نچرخید آقا، نمیچرخه. تازه اگر حقوق ها پرداخت شود دائم خبر از اعتراض کارگران برای حقوق های معوق منتشر می شود. این اعتصاب کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در شهرستان جاست در استان هرمزگان است. سه ماه حقوق عیدی نگرفتند. کارگران راهن لرستان هم به دلیل حقوق معوق دو هفته است در اعتصابند. این هم تجمع دیروز کارگران آبفای اهواز مقابل استانداری خوزستان. دو ماه حقوق عیدی طلب کارند. برخورد با اعتراض ها در بسیاری موارد امنیتی است. منبعی در شرکت نیشکر هفت تپه که نخواست هویتش فاش شود به ما گفت در دور تازه فشارها علیه کارگران نمایندگان آنها تهدید شدند که قراردادهایشان تمدید نخواهد شد. بعضی از نمایندگان کارگران به دادگاه احضار شدند. حکم عفو یکی از کارگران هم لغو شده و فرزانه زیلابی وکیل کارگران هم به دادگاه احضار شده. امروز بازنشستگان هم در سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، مثل اینجا در اصفهان. و در مشهد. در عراق هم بازنشستگان از فشارهای اقتصادی گفتند. دیروز دختر خانم تو شیراز از پل ساعت 6 بعد از ظهر چه پرت پایین. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا؟ نه همه شدت فقره. همه شدت بیکاریه. و در شوش در استان خوزستان که نامش با شرکت هفت تپه گره خورده به محرومیتشان با وجود منابع نفت و گاز اشاره کردند. اما وقتی از وزیر کار درباره بازنشسته ها پرسیدند گفت تصمیم قطعی به سال بعد موکول شده. تصمیمات در مورد بازنشسته بعد از تصمیمات حداقل مزد در با طی مراحل خودش در سازمان تامین اجتماعی انجام میشه. بله حتما تصمیم همسان سازی به نظرتون سال تاثیر میذاره؟ بله تاثیر میذاره. هم قبل از سال به نظرتون انجام بشه وزیر چی برای سال 1400 اجرای مرحله اجتماعی خجالت فریادهایی که فعلا به جایی نرسیده. معیشت منزلت حتی مسلم ما معیشت منزلت و انتظارهای حد اقلی که برآورده نمی شوند. پرهام قبادی، بی بی سی. بهرنگ تاجدین خبرنگار اقتصادی ما اینجاست که کمی بیشتر در مورد این اعداد و ارقام حرف بزنیم. 39% اضافه دستمزد دولت میگه، آیا برای حفظ قدرت خرید کافیه؟ ببین جواب این سوال به نرخ تورم بستگی داره. اگه آمار و ارقامی رو که مرکز آمار ایران منتشر کرده نگاه کنیم میبینیم که فقط از فروردین امسال تا بهمن قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کل کشور به طور متوسط 43% بالا رفته و قیمت مواد غذایی به طور خاص 56%. دقت کنید این متوسط کشوری، شهر به شهر، استان به استان، شهر و روستا فرق میکنه و یه مقداری هم اون تورمی که شما تجربه میکنید بستگی به این داره که شما چه کالاها و مواد غذایی رو مصرف میکنید. ولی این دوتا رقم تا در دو ماه آینده یعنی در اسفند و فروردین احتمالاً باز هم بالاتر میره و در اون صورت میبینیم که وقتی حقوق‌ها یا حداقل دستمزد 39% بالا میره عملاً قدرت خرید کسانی که اون حداقل دستمزد رو میگیرن فروردین 1400 از فروردین 1399 کمتر بوده. به یه معنای دیگه فقیرتر شدن نسبت به یک سال قبل. وقتی حرف از تورم میزنیم اختلاف هم هست سر این رقم، دولت چطوری حساب کرده؟ ببین توی جلسه ای که این حداقل دستمزد در نظر گرفته شد نرخ تورم 12 ماه شاخص اصلی تورم رو در نظر گرفتن که 34.2% بوده بهمن امسال. اگه نگاه کنید اوایل سال حدود 32% بود، رفت پایین و اومد بالا. نکته ای که وجود داره اینه که در چند ماه آینده این نرخ تورم رسمی، نرخ تورم 12 ماه به احتمال زیاد بالا میره.
خود بانک مرکزی تو تازه ترین گزارشی که از در واقع صندوق بین المللی پول دیدیم، سناریویی که برای سال 1400 داره میگه تا آخر سال تورم میرسه به 30%. برای اینکه به 30% برسه ماهی 1.5% قیمت ها میره بالا، و در این صورت اگه شما نگاه کنید میبینید که این خط نارنجی، خط نارنجی سناریوی مرکزی دولته و نشون میده که اگر این اتفاق بیفته احتمالاً ما تا تابستون نرخ تورممون میره بالای 40% و بالای 40% هم میمونه تو حدود 43-44%. ولی حالا اگه فرض کنیم، حتی اگر فرض کنیم تورم به جای ماهی 1%، ماهی 1.5%، ماهی 1% باشه که نرخ تورم خیلی پایینیه برای ایران، باز هم میبینیم که نرخ تورم در چند ماه آینده میره بالا و توی تابستون میره همین منحنی سبز. دقیقاً. ولی مسئله اینه که احتمال اینکه تورم بالاتر از این پیشبینی های فعلی بانک مرکزی هم باشه کم نیست، و در اون صورت اگر در 12 ماه آینده قیمت ها متوسط ماهی 3% بره بالا، میبینیم که تورم به حدود 47-8% میرسه تا اواخر تابستون اوایل پاییز. ببین اینا، این پیشبینی ها هرچی دورتر که میشیم در واقع درصد خطاش بیشتر میشه، ولی چیزی که ما میبینیم اینه که این 39% که در واقع در نظر گرفته شده به احتمال خیلی زیاد پایین تر از نرخ تورمه، و وقتی پایین تر از نرخ تورمه به معنی این که قدرت خرید آدم ها پایین میاد. خب حالا از بین این سه تا سناریو، سبز و نارنجی و قهوه‌ای، کدوم یکیش محتمل تر به نظر میاد؟ ببین یه مقدار زیادی بستگی به این داره که آیا بانک مرکزی میتونه رشد نقدینگی رو کنترل کنه یا نه، و برای کنترل رشد نقدینگی یه مقدار زیادی بستگی داره به بودجه دولت. ولی اگه به بودجه دولت، به پیش بینی دولت از درآمدش در سال آینده نگاه کنیم، میبینیم که یه چیزی هولوش 367 هزار میلیارد تومنش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای معمول همه دولت هاست، حدود 225 هزار میلیارد تومنش قرار درآمد نفتی و فروش دارایی‌هاش باشه، 200 هزار میلیارد تومنش پیشبینی درآمد نفتیه. اینها محقق نشه چه اتفاقی میفته؟ دولت که هزینه‌هاشو کم نمی‌کنه، میره قرض میگیره، و در کنار این 263 هزار میلیارد تومن هم قراره سهام بفروشه و قرض بگیره. حالا صحیح. تمام نکته این داستان اینه که تقریبا بیشتر از نیمی از هزینه‌های دولت در سال آینده به نوعی داره از قرض و قوله تأمین میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به خاطر FATF و اون لیست سیاه FATF هم مشکلی که بوده این بوده که دولت حتی اگر درآمدهای ارزی هم داشته، بانک مرکزی نمیتونسته اون ارز رو وارد کشور کنه تو بازار بفروشه. عملا باعث خلق پول میشده، خلق پول باعث رشد نقدینگی میشه، رشد نقدینگی باعث تورم. تمام این حرفا رو زدم که بگم به احتمال زیاد نرخ تورم در سال آینده بیشتر از اون پیشبینی فعلی بانک مرکزی میشه، مگر اینکه در چند ماه آینده یه اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفته، ایران بتونه مشکلات تحریم‌های آمریکا رو حل کنه و بتونه از لیست سیاه FATF خارج بشه، بتونه این درآمدهای ارزی رو جذب کنه، وگرنه احتمالاً سال آینده حتی میتونه سال سختری برای خیلی از کم درآمدها در ایران باشه. بسیار ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه با یک خبرنگار اقتصادی در تهران صحبت میکنیم، آقای سجاد خداکرمی، که خودشون هم البته خب در تهران هستند و از نزدیک هم با فضا در تماسند، با وضعیت رو میبینن اونجا. آقای خداکرمی، اول بزرگترین کارفرما در ایران دولت هم در نهایت یک طورایی تعیین کننده دستمزد هم باید باشه. این سیستم کار میکنه؟ نه، مسلما این سیستم کار نمیکنه. مدت هاست به ماده 41 قانون کار انتقادهای بسیار بسیار جدی وارده، ماده ای که در واقع از یک وجه هم نمیشه فقط به اون انتقاد داشت. اینکه وقتی در این ماده در تفسیر یکیش از تورم صحبت میشه، در واقع تورم محقق شده رو صحبت میکنه، نه تورمی که همونطور که همکار محترمتون گفتن در یک سالی مثل سال 1400 که گمانه‌های بسیار بسیار بدی نسبت به در واقع تورم و افزایش اون و افزایش نقدینگی وجود داره. و از اون ور اینکه به هر حال ترکیب این در واقع کمیته که دستمزد رو درش تعیین میکنن، ترکیبی است که از یک سو
در واقع دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران در اون حاضر هست و در واقع نماینده کارگری اقلیتی هستند در این ترکیب که در برابر بزرگترین کارفرما و کارفرماهای جزئی که به عنوان نمایندگان کارفرمایی مستقل اصطلاحاً در واقع چنین کمیته حضور دارند. خب همین نماینده های کارگری که شما فرمودید در شکلی حداقلی حضور دارن، مثلا در شورای عالی دستمزد میتونستن از نشست خارج بشن، این رو قبول نکنند؟ بله، این ما در دوران دولت‌های احمدی نژاد تغییراتی داشتیم که البته یه مقدار این تغییرات تعدیل شد در دولت‌های روحانی، اما این امکان وجود داره. یعنی بر اساس دستورالعمل‌های فعلی که در این کمیته وجود داره، نماینده کارگری در صورتی که نپذیرن در واقع اون مبلغی که تعیین میشه رو میتونن جلسه رو ترک بکنن. اما به دلیل اینکه نماینده کارگری هم نماینده‌های در واقع الزاماً طیف حداقلی جریان کارگری در ایران هستند و از سندیکا و اصناف سندیکاهای کارگری مستقل برنیامدن، هم به این سبب و هم اینکه به حال فضایی که ایجاد میشه من بعدش، هزینه‌ای که در واقع برای دولت ایجاد میشه، هزینه سنگینی که در واقع بعد از تصویبی که احتمالاً نماینده کارگری پایان رو امضا نکرده باشن، این باعث میشه که نماینده کارگری به شدت تحت فشار قرار بگیرن که جلسه‌ای که حداقل یک سوم در واقع اونها هستن و دو سوم در واقع افراد دیگری در اینجا هست. ما با هم گفتگوی هم قبل از این داشتیم در یکی از برنامه ها، من اونجا به خط فقر یا حالا خط معیشت اشاره کردم. نماینده های کارگران یا شورای اسلامی کار سبد معیشتی رو 8,750,000 تومان تعیین کردن. گزارش هایی داریم که خط فقر حدود 10,000,000 تومنه. سالهاست که معترضان که کارگران معترضن، سالهای قبل هم اعتراض های از این دست دیده شده، چطور دوام آوردند؟ اول میخوام بگم که قبل از اینکه به صورت مشخص پاسخ سوال شما رو بدم، این که ما از خط فقر در جبه این موضوع صحبت بکنیم، اگر بخوایم اون سوی ماجرا رو ببینیم، من فکر میکنم که دولت در واقع خط بقا رو داره در این موضوع لحاظ میکنه. یعنی خط فقر به حال محصول سبد معیشتی است که از خورد و خوراک، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و فرهنگ و موارد اینچنینی تشکیل میشه که خب البته به غیر از خورد و خوراک هیچ آمار مشخصی از در واقع سبد معیشت موارد دیگه موجود نیست و در واقع حوزه خورد و خوراک هم در واقع میرن نگاه میکنن ببینن که به ذات بهداشت چه میزان کالوری رو برای اینکه یک فرد زنده بمونه در واقع نیاز داره، اون رو میان نگاه میکنن تو میدان میوه ترابار ببینن که خب قیمتا توی میدان میوه ترابار چقدر هست و یک فرمول اینچنینی در واقع خط بقای کارگرها رو تعیین میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که یک چنین فرمولی رو در واقع بهش برسن که بیان به در واقع یه مبلغ اینچنینی برسن. دقیقاً همین خط بقا تعبیر شما بود، خط بقا چطور؟ چون در تمام سالهای گذشته که ما این خبرها رو دنبال میکردیم همین مشکل بوده، چطور دوام آوردند؟ ببینید، دوام آوردن که شما بقایای 96 و 98 و کم و بیش بخشی از 97 بقایای اعتراضی این سالها رو نگاه بکنید، میبینید که خیلی هم دوامی در کار نیست. یعنی به سطحی از سطوح رسیدن مردم که خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای سال 1400 وقایع اینچنینی تکرار نشه و بسیاری از پیشبینی‌ها، حتی از پیشبینی‌های رسمی جریان حاکمیت میتونم مصداق بیارم، افرادی که به شدت نگران اعتراضات کارگری در سال آینده هستند، اعتراضات اقتصادی بهتر بگم، اعتراضات اقتصادی در سال آینده هستن، به این سبب که همونطور که همکار محترمتون در گزارششون اشاره کردن، این فاصله ها انقدر جدی هست و این تشدید میشه در سال 1400، به شدت تشدید میشه این فواصل معیشتی. یعنی همه اون چیزهایی که شما و همکارتون و در واقع مطرح کردید چیزی بود که ما در سال 99 داریم تجربهش میکنیم. بله. و بانک مرکزی اگر که خاطرتون باشه برای سال 99 تورم 22% رو پیش بینی کرده بود، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حدود 29% تا 30% رو در واقع پیش بینی کرده بودن.
هم از در واقع اونچه که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود و هم اونچه که در واقع مجموع جهانی پیش بینی کرده بودن، دیدیم که تورم 99 به شدت پیشی گرفت و این در سال 1400 به شدت تشدید خواهد شد و گمان این که اتفاقات در واقع اعتراضی به لحاظ معیشتی و اقتصادی در این سال شکل بگیره اصلا دور از انتظار. ممنونم از سجاد خداکرمی، خبرنگار اقتصادی در تهران. علی مطهری نماینده سابق مجلس ایران عملکرد دولت در جریان اعتراض‌های آبان 98 را اشتباهی بزرگ خوانده و گفته به حدی غلط بود که حتی ممکن بود رئیس جمهور ساقط شود. او گفته در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که آن تعداد معترض ظرف 3 روز کشته شود. آقای مطهری که با روزنامه خراسان حرف میزد همچنین گفته معتقد است ترور قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از این بود که آمریکا احساس کرد نظام جمهوری اسلامی پایگاه مردمی خود را از دست داده و جرأت پیدا کرد تا به گفته او چنین جنایتی انجام دهد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای نامور حقیقی، گفتگویی داشتیم با آقای خداکرمی، سجاد خداکرمی، شاید شنیده باشید، به اعتراضات 96 و 97 رسیدیم. این حرفها هم از آقای مطهری، حالا حرفای آقای مطهری در مورد اعتراضات 98 حرفهای شعاری و انتخاباتیه یا اینکه هشداری است جدی؟ با سلام خدمت شما بینندگان، به هر حال بحران 98 و سرکوبی که از معترضین صورت گرفت یک نقطه عطف بود در تاریخ جمهوری اسلامی و خب پس لرزه هاش همچون هم در افکار عمومی در میان نخبگان و در میان بلوک قدرت باقی مونده. آقای مطهری در همون موقع هم به چند مورد اعتراض کرد و تقاضای استیضای وزیر کشور کرد که با مخالفت آقای خامنه ای آقای لاریجانی اون رو در دستور کار قرار نداد و به هر حال به طور جدی مسئله نحوه مدیریت بحران در مسئله بنزین مسئله بود که نشون کارآمدی نظام رو نشون داد که به اون هزینه سنگین به هر حال تعداد کشته ها حالا حداقل روایت کلمه حدود 700 نفر هست، خودشون 230 تا گفتن و تعداد دستگیری ها که چیزی بوده 5-6 هزار نفر بود و هنوز آمار جامعی داده نشده، یک بحران جدی بود در نحوه مواجهه با خشونت های اعتراضات معیشتی که هنوز سیستم نمیدونه برای چی کار کنه. به هر حال ببینید واقعیتش اینه که دو تا قطار داره با هم صورت میگیره. یک قطاریست که جامعه به ارزش های آینده نگاه میکنه، به توسعه، به پیشرفت، به رفاه، به امنیت، به بهداشت، و یه قطاری است که سیستم داره میره. این قطار فعلا همونجور که گوینده قبل گفت مسئله است بقا، مقاومت و غنی‌سازی به عنوان دستور کار هست. شما اگر این قطار میگید بعضی از مخالفان تعبیر میکنن به کشتی تایتانیک که در حال غرق شدن. به هر حال هر نوع تعبیری بکنیم مهم نیست، نتیجه خروجیش این هست که سیاست‌های خارجی سیستم اون چیزی که انتخاب کرده، مثلا غنی‌سازی به عنوان یک موضوع اصلی که از 1381 بخته کیس روی سیاست ایران 2000 میلیارد دلار خسارت داده و ارزش‌های اجتماعی فرهنگی که داره تقویت میکنه و کاهش و مشارکت در حوزه سیاسی که در مجلس در انتخابات مجلس شاهدیم، همه یه فضایی رو ایجاد کرده که خروجی سیستم این شده که جامعه الان مستعصل، نگاه به آیندهش کاملا مخدوش، تاریک، حتی در میان اعضای درونی بلوک قدرت مسئله توسعه فراموش شده، فقط به بقا اندیشه میشه و از همه مهمتر الان امنیت بهداشتی جامعه ایران در خطر، سیستمی که از ناتوان‌ترین سیستم‌هاست در مقایسه با منابعی که داره در تهیه واکسن کرونا و در این حال خطر فروپاشی جامعه پزشکی ایران که دائما در خطر هستند و از لحاظ معیشتی هم تامین نشد. همه این مجموعه این موقعیت رو خلق کرده که باید چاره اندیشی جدی بشه و یعنی اگر نتونن در سیاست خارجی و سیاست داخلی تغییراتی بدن، همونجوری که گفتن آمار اقتصادی توجهی نداره که شما چه شعاری میدید، اونا واقعیت‌ها رو خودشون رو تحمیل میکنن بر سیستم. آقای روحانی کار رو به اینجا رسوند؟ نه، ببینید چند تا عامل بوده. یکیش مسئله این هست که سیستم از لحاظ دو تا سیستم موازی داریم، یعنی شما هیچ کشوری نداریم که این مدل دو تا سیستم اقتصاد موازی داشته باشه. ما الان 30% الی 35% اقتصاد ایران تحت نهادهای بیرون دولته، از منابع دولت استفاده میکنن، از صندوق توسعه ملی استفاده میکنن،
از منابع دولتی استفاده میکنن، از وام های بانک ها استفاده میکنن. مدیرانی که گمارده میشه توسط این جریان هیچ نظارتی نداره دولت، هیچ اطلاعی ما در موردش نداره. فرض کنید مدیرانی که در ستاد فرمان ستاد اجرایی فرمان امام یا آستان قدس میلیاردها تومان زیر دستشونه و گردش مالی میلیارد دلاری دارن، شما نمیدونید کیان و اصلا چه شایستگی دارن. این یه بخش که خود همین فسادزاست. دوم این که پس این موازی بودن سیستم اقتصادی، موازی بودن سیستم اطلاعاتی و از همه مهمتر سیاست توسعه خاصی دنبال نمیشه، به علت اینی که سیستم نتونسته تو بلوک قدرت اجماع پیدا کنه و حرکت رو به رو به جلو بره. دائما دولت تحت نهادهای بالادستی مورد انتقاد قرار میگیره، اختلال در کارش ایجاد میکنن. بعد از برجام در کار سرمایه گذاری ایران اختلال ایجاد کردن، حداقل تا قبل از که ترامپ بیاد بیرون 40 50 میلیارد دلار میتونستن جذب سرمایه گذاری کنن، به خاطر همین اختلال ها ایجاد نشد. و از همه مهمتر این که دولت آقای روحانی هم نتونست اون وعده هایی رو که میده مقاومت کنه، نیروی کارآمد جذب کنه یا بایسته در مقابل و شعار بایسته در مقابل نهادهای مخالف و حداقل از شعارهایی که داده بود حفاظت کنه. و از همه مهمتر اگه نگاه کنیم سیستم توان اینه که شعارهاشو در حوزه سیاست خارجی عملی کنه نداره و یک رویا پردازی میکنه در حوزه غنی‌سازی و حل بحران تحریم ها که طبقاتش رو الان مردم و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم داره پرداخت میشه. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا. امروز آخرین جلسه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. همسرش ریچارد رتکلیف که 5 سال است برای آزادی او تلاش می‌کند، با انتشار بیانیه گفته سفارت بریتانیا در تهران حاضر نشده خانم زاغری را در دادگاه همراهی کند. به گفته او قاضی اعلام کرده که حکم دادگاه تا 7 روز کاری دیگر صادر می شود. آقای رتکلیف نگهداری همسرش در ایران را گروگانگیری توصیف کرده. فرین عاصمی گزارش می دهد. برگزاری آخرین جلسه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف در دادگاه انقلاب تهران. اتهام اخیر خانم زاغری فعالیت تبلیغی علیه نظام است. از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و همچنین مصاحبه با بی بی سی فارسی، اتهام هایی که پیش از این هم در سال 95 در دادگاه درباره آن صحبت شده بود. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته که جلسه امروز دادگاه در کمال آرامش برگزار و آخرین دفاع او ارائه شد. نازنین زاغری در حالی دوباره محاکمه می شود که 5 سال محکومیتش به اتهام جاسوسی را به طور کامل گذرانده و پابند او هم که در حبس خانگی آن را داشت باز شده. نازنین احتمالا نفس راحتی کشیده که آخرین جلسه دادگاه برگزار شده. به تبلیغ علیه نظام متهم شده. حدود 4 سال که او را مرتب به دادگاه می برند. آخرین جلسه دادگاه امروز برگزار شد. با قاضی دیدار کرد. قاضی خیلی آروم بوده. بهش گفته ظرف 1 هفته حکم رو صادر خواهد کرد. دست کم نازنین دیگه مجبور نیست قاضی و بازجو رو دوباره ببینه. خانواده نازنین زاغری دلیل نگهداری او در ایران را اختلاف ایران و بریتانیا می‌دانند. یکی از دلایل این اختلاف هم دعوای ایران و بریتانیا بر سر تانک‌های چیفتن است. بعضی از مقام‌های بریتانیایی معتقدند که ایران با طولانی کردن پرونده به دنبال دریافت طلبش از لندن است که 400 میلیون پوند برآورد می‌شود. این هم گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی اخیر نخست وزیر بریتانیا. در حالی که شاهدیم بیشتر کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی‌های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی 40 و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده. بی‌تردید تسریع در بازپرداخت طلب‌های ایران در رفع مشکلات دیگر روابط هم مؤثر است. مسئله‌ای که مذاکرات برای حل آن با دولت ایران ادامه دارد و آخرین جلسه دادگاه پرونده تانک‌های چیفتن قرار است 5 هفته دیگر برگزار شود. آزادی نازنین زاغری و بازگشتش به بریتانیا ممکن خواهد شد اگر طلب ایران بهش پرداخت بشه. من الان روبروی خودم یک گزارشی را دارم. گزارشی از دفتر ریاست جمهوری ایران از طرف آقای روحانی در 10 مارس
بعد از صحبتی که با نخست وزیر بریتانیا داشت آقای بوریس جانسون در این گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران راجب بدهی های بریتانیا به ایران صحبت شده و من نقل میکنم در این گزارش گفته شده که بیشک تسویه حساب این مناقشه مالی میتواند راه را برای مرتفع کردن مشکلات دیگر حل بکنند. حتی همه ما میدونیم بقیه مسائل چی هست، دقیقا همون پرونده نازنین زاغری هست و آزادی او. یک مؤسسه خیریه در بریتانیا که اخیراً به صورت آنلاین نازنین زاغری را به مدت چند ساعت در حبس خانگی معاینه کرده، تشخیص داده که او تحت فشارهای روحی و روانی شدید، اضطراب و افسردگی است. تا اینجا 5 سال از زندگی این خانواده تحت تاثیر اختلاف ایران و بریتانیا و با نگرانی و فشارهای روحی فراوان سپری شده. آینده نامعلوم است، اما همسر نازنین زاغری و دخترش گابریلا همچنان بازگشت او را انتظار می‌کشند. فرین آسمی، بی بی سی. در بریتانیا برخورد پلیس لندن با زنانی که برای یادبود سارا اورار جمع شده بودند جنجالی شده. وزیر کشور از پلیس توضیح خواسته و رهبر حزب لیبرال دموکرات گفته که رئیس پلیس باید استعفا کند. حزب کارگر هم اعلام کرده که از پیشنویس قانونی که به پلیس در برخورد با معترضان اختیارات بیشتری می‌دهد حمایت نخواهد کرد. پلیس میگوید تجمع دیشب خلاف مقررات جلوگیری از گسترش کرونا بود و چاره‌ای غیر از دخالت برای ماموران باقی نگذاشت. باران عباسی همکارم موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من. باران، دیشب خبرهای زیادی داشتیم، تصاویرش به سر تا سر دنیا مخابره شد، امروز چه خبر بود؟ جمال، امروز هم تجمعاتی برگزار شد، هم در محله کلپم جایی که سارا اورارد آخرین بار دیده شد و هم در مقابل اسکاتلند یارد مرکز پلیس لندن به خاطر همون اتفاقاتی که اشاره کردی که دیشب افتاد. فشار روی پلیس بسیار بالا رفته. امروز پلیس دخالتی نکرد با اینکه هزاران نفر جمع شدن هم در محله کلپم هم در اسکاتلند یارد و یک بیانیه هم پلیس صادر کرد و گفتش که خب این تجمع مسالمت‌آمیز بوده، ولی این فشارها رو بر روی پلیس اصلا کم نکرده. درخواست شده بود از رئیس پلیس متروپولیتن که استعفا بده. او پاسخ داده به این درخواست ها، گفته که چنین قصدی نداره و کسانی که پشت میزشون نشستن نمیتونن تصمیم بگیرن درباره این که پلیس لحظه‌ای که با معترضان روبرو هستش، مسئله امنیت مردم مطرح هستش، حالا باید چطور دقیقاً رفتار کنه و اینکه بعداً درباره چنین چیزهایی قضاوت کنیم خیلی آسونه. ولی اگر که چند قدم به عقب برگردیم، از روزی که سارا اورارد روبوده شد و بعد جسدش پیدا شد، خیلی صحبت بوده درباره مسئله امنیت زنان، اینکه خیلی از زنان می اومدن درباره تجربیات خودشون در شبکه‌های اجتماعی می نوشتن، این که چه کارهایی کردن برای این که شب وقتی خونه میرن بیشتر احساس امنیت کنن، وقتی یک آقایی از پشتشون ممکن بود در حال قدم زدن باشه نگران بودن، جا عوض می‌کردن. همه اینها باعث شده که صحبت‌هایی بشه درباره این که مردان باید چه کار کنن، مسئولیتشون چیه و دولت باید چه کار کنه. اما اتفاق دیشب خیلی این فشارها رو حتی بیشتر و این صحبت رو اهمیتش رو بیشتر کرد، به خاطر اینکه تجمعی که زنان جمع شده بودن که آگاهی رسانی بکنن درباره خشونت علیه زنان، خودش به خشونت کشیده شد و پلیسی که خودش الان داره درباره مرگ سارا اورارد رو تحقیق میکنه و اتفاقا متهم هم یک پلیس، الان جور دیگه هم وارد این مسئله شده و به نظر میرسه که خشونت دیشب، عکسای زنان که روی زمین نگه داشته شده بودن، بهشون دستبند زده شده بوده، همه اینها به سمبولی تبدیل شده برای ایجاد یک تغییر اساسی برای نشون دادن اینکه زنان میتونن راهکارهایی داشته باشن برای اینکه امن‌تر باشن. صحنه‌هایی که خشم بریتانیا را برانگیخته، فریادهای شرم بر شما و بگذارید بروند خطاب به ماموران پلیس، درگیری فیزیکی و دستگیری زنان در مراسمی مربوط به خشونت مردان علیه نیمه دیگر جامعه. یادبود سارا اورارد در محله کلپم در جنوب لندن، جایی که او آخرین بار دیده شد.
پلیس میگوید به دلیل خطر شیوع کرونا این تجمع غیر قانونی بوده. میگوید بارها از این زنان خواسته شده بود اینجا جمع نشوند. صدها نفر شانه به شانه ایستاده بودند که خطر انتقال کووید 19 را به شدت افزایش می داد. پلیس وظیفه دارد برای حفظ امنیت مردم وارد عمل شود. ما به هیچ وجه نمی خواستیم در موقعیتی قرار بگیریم که مجبور به دخالت شویم، ولی چاره ای نداشتیم چون امنیت مردم به خطر افتاده بود. توضیحاتی که برای بسیاری قانع کننده نبود. از انگلستان تا ویلز و اسکاتلند، از شهردار لندن تا رهبران احزاب سیاسی رفتار پلیس را محکوم کردند. بینشان کیر استارمر، رهبر حزب مخالف دولت. تصاویری که از محله کلپم منتشر شده بسیار آزاردهنده است. باید اجازه داده میشد تا این مراسم به صورت مسالمت‌آمیز برگزار بشه. من هم از نحوه برخورد پلیس ناراحت و خشمگینم. اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، هم خواهان استعفای رئیس پلیس لندن شده. کریستینا دیک اعتماد میلیون‌ها زن در لندن رو از دست داده و باید استعفا کنه. صحنه‌های برخورد پلیس با مراسم بسیار خفت‌بار و مایه سرافکندگی پلیسه. و وزیر کشور که گفته پلیس باید درباره رفتارش توضیح دهد. بعضی از تصاویری که در اینترنت از مراسم روشن کردن شمع منتشر شده ناراحت کننده است. من از پلیس لندن خواستم که گزارش کاملی از آنچه گذشت ارائه کند. سارا اورارد 33 ساله دو هفته پیش وقتی پیاده به خانه می رفت ناپدید شد. جسدش چند روز پیش اینجا در جنوب انگلستان پیدا شد. یک مامور پلیس به نام وین کازینز به اتهام روبودن و قتل او دستگیر شده. سرنوشت سارا نگرانی‌ها درباره امنیت زنان را بالا برده و این سوال که مردان چه مسئولیتی دارند را به بحثی ملی تبدیل کرده. پیام ما اینه که مکان‌های عمومی باید برای زنان امن باشه. این ما نیستیم که باید رفتارمون رو عوض کنیم. مشکلی نیست که ما چی پوشیدیم یا چه وقتی از خونه بیرون میریم. باید درباره مسئله خشونت علیه زنان اطلاع رسانی کنیم و به مردان بگیم که وظیفه اوناست که رفتارشون رو عوض کنن. دیشب سیاستمداران به سارا اورارد ادای احترام کردند. شمعی مقابل دفتر نخست وزیری و شمعی دیگر در دستان رهبر حزب کارگر و همسرش. شعله هایی که زنان می‌خواهند مسیر تغییر را روشن کنند. من پیام‌های خیلی مهم و تاثیرگذاری از زنان گرفتم. پیام من برای دولت اینه که باید اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام بده. در غیر این صورت کمیسیون ما بهشون فشار میاره تا توضیح بدن که چرا کاری نکردن. زنی دیگر قربانی خشونت مردان، مصیبتی که میلیون‌ها زن را در بریتانیا و فراتر از آن به هم پیوند می‌زند. باران عباسی، بی بی سی. مهری جعفری، وکیل دادگستری در انگلستان و ولز، از لندن با ما هستند. خانم جعفری از فعالان حقوق زنان هم هستند. خانم جعفری، در کمپین یا پویش خیابان‌ها رو پس بگیریم، شما هم هستید، درباره‌اش نوشتید. تا چه اندازه موضوع جدی است؟ آیا یک اتفاقی است که افتاده یا اینکه واقعا هر روز زنان با این مشکل حتی در شهری مثل لندن روبرو هستند؟ بله، فکر میکنم گفتنش لازم نیست که این یک درد عمومی و جهانیه که در اصل مکانهای عمومی و خیابانها در سلطه مردانه بوده و زنها برای اینکه اون جای امن رو به عنوان یک شهروند عادی بتونن داشته باشن در میشه گفت که در اکثر نقاط دنیا این درد مشترک رو ما داریم. چیزی که در انگلستان اتفاق افتاد در اصل یک اون آستانه‌ایه که شما به اونجا میرسی که دیگه احساس میکنی که ما اینجا توی توییتر گفتن enough is enough، احساس میکنی که دیگه باید یه جایی این روند غلط دامنه‌دار تاریخی متوقف بشه. زنها در اقتصاد، زنها در فعالیت‌های اجتماعی، زنها در تمام ابعاد اجتماعی دارن فعالیت میکنن از صبح تا شب به اندازه مردها و یا شاید بیشتر، ولی وقتی که به عنوان شهروند توی خیابون قدم میزنند
اون امنیتی که در واقع یک مرد داره رو ندارن. اینی که الان این یک چیز جدیدی نیست، سالها برای این مسئله کار شده، حتی قوانین خیلی خوبی اینجا تصویب شده، اینجوری نیست که اصلا قوانینی نباشه، ولی کافی نبوده و اینجاست که ما میخواییم بگیم که اقدام جدی‌تری لازم هست. خانم جعفری، بعضی ها اینطور موضوع رو مطرح کردن و میپرسن، میگن که رئیس پلیس لندن یک زنه، وزیر کشور یک زنه، نخست وزیر قبلی یک زن بوده، چرا باید در شهری مثل لندن یا در خیلی از جاهای بریتانیا چنین وضعیتی باشه؟ ببینید، زن بودن صرفاً به این معنی است که شما نماینده زنان میتونی باشی. ما مشکلی که داریم این هست که زنها باید نماینده طبقات مختلف اجتماعی زنان باشن. زنی که در یک طبقه اجتماعی بزرگ شده که با مشکلات عینی زنی که هر روز تو خیابون مجبور با مسائل مختلف سر و کله بزنه غریبه است. ما مشکلی که در نظام سرمایه‌داری داریم این هستش که یک شکاف بزرگ هست بین طبقات مختلف اجتماع و اون زنی که در اون بالا توی اون شرایط خاص و حفاظت شده و بدون لمس شرایط زن عادی طبقه کارگر و متوسط داره زندگی میکنه، نمیتونه نمایندگی کنه زنی رو که با مشکلات عدیده روزمره مواجه هست. این هستش که خیلی مسئله به این راحتی ها نیست، ولی باز باید اشاره کرد که همچنان اگر ما زنی داشته باشیم، حتی با توجه به این شرایطی که وجود داره و به شکل خیلی بدی عمل شده، باز هم میبینیم که اگر احتمالاً مردی بود شاید به مراتب بدتر هم شاید بدتری هم داشتیم. حالا فعلا زنها رئیس پلیس زن هست، ولی متوجه این درد نشده که مصدوم نیست که باید در واقع از خیابون رونده بشه تا جا برای مرد باز بشه. خانم جعفری، شما به این پدیده جهانی اشاره کردید. مدتی قبل یک ویدیو از نیویورک در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده شد که حاکی از آزار کلامی و آزار جنسی زنان بود در شهری مثل نیویورک. خب، رسانه‌ها سعی می‌کنن کار کنن، قوانین شما اشاره کردید که وضع شده، در سطح تصمیم گیری هم خب خیلی از زنان هستن که شما گفتید ممکنه با بدنه زنان در ارتباط تنگاتنگ و سیستماتیک نباشن. چی کار میشه کرد؟ ببینید، الان به طور خاص ما الان راجع به همین جریان مثال بزنیم. ما یک قانون داریم برای استورکینگ، یعنی کسایی که تو خیابون دنبال زنان میفتن. خیلی برای ما ملموسه، هم نمیتونیم بگیم، میتونم بگم اکثر ما زنها این تجربه رو داشتیم، یا احساس میکنی کسی دنبالته، یا به نوعی نزدیکت، به نوعی از اون حریم خودش در واقع تعدی کرده و احساس وحشت، خوف یا در واقع اون عدم امنیت رو بهت داده. این استورکین اینجا شناسایی شده، این خیلی خوبه، چون ما اینو مثلا تو کشورهای جهان سوم از جمله ایران به این شکل مشخص در قانون نداریم که اگه یک مردی دنبال کسی، یک شهروند دنبال شهروند دیگه بیفته این جرمه. ولی چیزی که ما اینجا میخوایم به طور خاص راجع به امنیت در خیابان این هستش که این جرم، یعنی کسی که محکوم بشه به این مسئله، باید توی پیشینه کیفری کاملا رکورد بشه، مثل جرایم جنسی. جرایم جنسی اینجا وقتی کسی جرم یکی از جرایم جنسی حتی در حد خیلی کم مرتکب شده باشه، این توی پیشینه اون آدم رکورد میشه و همه میتونن ببینن که این شخص. منظورتون این هست که در سابقه کیفری فرد ثبت بشه؟ خیلی ممنونم، متاسفانه وقتمون تموم شد. تعهد هاست که راجع به مسئله آزار خیابانی اینجا الان طرح شده. بسیار ممنونم از مهریه جعفری، وکیل دادگستری در انگلستان و ولز، از لندن با ما.
واکنش‌ها به تصمیم غیرمنتظره کنفدراسیون فوتبال آسیا برای گرفتن میزبانی بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 از ایران و دادن آن به بحرین همچنان ادامه دارد. وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک ایران گفتند برای عوض کردن این تصمیم دست به دامن دستگاه دیپلماسی خواهند شد. رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران میگوید کمکاری فدراسیون قبلی باعث شده میزبانی ایران از دست برود. پوریا ژافره گزارش میدهد. کورنر عراق، ارسال توپ روی دروازه ایران، این ضربه سر با ویلا. کابوس هواداران تیم ملی و فوتبال ایران، نرسیدن به جام جهانی، کابوسی که هر روز به واقعیت نزدیکتر می شود و چقدر دردناک اگر جام جهانی برای اولین بار در خلیج فارس برگزار شود و نامی از ایران در آن نباشد. دردسر اما از اینجا شروع شد، وقتی که تیم ملی نیمی از مسابقه های انتخابی دور رفتش را باخت، آخرینش 17 ماه پیش اینجا در اردن جلوی تیم ملی عراق. این شکست 2-1 به عراق و شکست در بازی قبلی مقابل بحرین صعود ایران را حسابی به خطر انداخته. ناهماهنگی و اشتباه‌های مهلک باعث شده تا ایران به جایگاه سوم گروه سقوط کند، یعنی دیگر جایی برای لغزش وجود ندارد. مسئله‌ای که ایرانی‌ها امیدوار بودند با میزبانی 3 مسابقه از 4 بازی دور برگشت، به خصوص 2 بازی جلوی عراق و بحرین، بتوانند آن را جبران کنند. ولی حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته که میزبانی دور برگشت را که قرار است به خاطر کرونا به صورت متمرکز برگزار شود از ایران بگیرد و به بحرین دهد. مسئله ای که ایران به آن معترض است، ولی اعتراضش را از کانال‌های نادرستی مطرح می‌کند. ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حق پخش تلویزیونی رو پرداخت نمی‌کنه و حق داره، اما اون رقابت‌ها رقابت‌های آسیایی، هیچ ربطی به رقابت‌هایی که از سوی فیفا برگزار میشه، یعنی انتخابی جام جهانی نداره. پس به این ترتیب به نظر میرسه که آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم میتونه اگر اراده‌ای داشته باشه این حق رو از طریق اعتراض به مجامع بین‌المللی و داوری‌های درست به ایران دوباره برگردونه و امتیاز میزبانی مقدماتی جام جهانی برای ایران برگردونه. تقریبا همه مقام‌های بالا رتبه فوتبال و ورزش ایران از تلاش دیپلماسی برای رسیدن به نتیجه دلخواه گفتند، در حالی که ایران در این لحظه با بحرین رابطه دیپلماتیک ندارد و اگر داشتم چنین حرکتی میتوانست دخالت سیاست در ورزش تعبیر شود و نتایج ناگوار دیگری برای فوتبال ایران داشته باشد. به نظر میرسد در این مقطع ارجاع پرونده به فیفا طبق روال حرفه‌ای باشد و اگر فدراسیون جهانی هم پاسخگو نبود، در دادگاه حکمیت بشود چنین تصمیمی را به چالش کشید. فوتبال ایران در سالهای اخیر برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا کم دردسر درست نکرده و احتمالاً حالا هم دارد چوب چنین رفتاری را می‌خورد. صاحب نظران این میدان اما می‌گویند اگر بشود این مورد خاص را از مسائل دیگر با مهارت تفکیک کرد، ممکن است نتیجه مطلوب را برای فوتبال ایران به دست بیاورد. پوریا ژافره، BBC. داریوش مصطفی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از تهران با ما هستند. آقای مصطفی، شما چی فکر میکنید در این باره؟ من فکر میکنم، اول سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز BBC در سراسر دنیا. من فکر میکنم که این مسئله شبیه مسئله ما در گذشته درباره جام باشگاه که ایران از میزبانی محروم کردن، همه در این مملکت گفتن، از وزیر، وکیل، بیشتر صاحب نظر گفتن که این رأی برمیگرده. نفر گفت این رأی بر نمیگرده، اون من بودم. آقای مصطفی، متاسفانه ما صدای شما رو قطع و وصل شده میشنویم و تصویر شما رو از دست دادیم. امیدوارم که مشکل فنی ما حل بشه. الان خوبه؟ بفرمایید. بله بله، الان میتونید بفرمایید. من میدونم تا کجا گفتم. من میگم این مشکلات در فوتبال مملکت ما همیشه زمانی حادث میشه که کار از کار گذشته. ببینید، به خلاف اون چیزی که ما در دنیا معروف شدیم، ما ایرانی ها آدم هایی هستیم، جامعه ای هستیم که در داخل لابی بسیار قوی داریم. شما امروز اگه بخوای یه لیوان آب بخوری، حتما باید سیاسی باشی، عضو یکی از این دو تا حزب اصلاح طلب، من دقیقا نمیدونم
و اصولگرا باشی، شما نمیتونی یه آدم معمولی، یه آدم معمولی باشی بتونی یه لیوان آب راحت بخورید. این یک. دومی که این حرفا چیه که میزنن؟ یه کنفدراسیون فوتبال آسیا، درست رئیسش بحرینیه. ببینید ما باید با واقعیت حرکت کنیم. بازم در داخل شروع میکنن سر مردم رو گرم میکنن با این حرفا و هیچ نتیجه هم نخواهد گرفت. اصلا کس اجازه نداره به این کارا رسیدگی کنه. کس مربوط به پرونده هایی است که اختلاف بین دو گروه هست. این پرونده مالی نیست، این پرونده انضباطی نیست، این یه پرونده ای که هیئت اجرایی کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، باز فکر کنم صدای من نمیرسه، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته که این کار انجام بشه. یه عده‌ای نشستن تو کمیته مسابقات، بعدم کمیته اجرایی تصویب کرده. حالا چرا ما بیورزیم؟ ما لیاقت نداریم که بگیم یک ایرانی وطن پرست هستیم. یک ایرانی وطن پرست خودشو سرگرم انتخابات داخلی نمیکنه. شما نگاه کنید اونجایی که بحرینیا کنفدراسیون فوتبال آسیا رئیسش شیخ سلمان بحرینی نشستن دارن تصمیم میگیرن، اینها ایران تو ایران نشستن دنبال رأی هستن که رئیس فدراسیون بشن. از کجاش من به شما میگم؟ چهار تا آدم اومدن انتخاب شده و هر چهار تا دنبال اینن که از مجامع رأی بگیرن، یعنی 89 تا رأی بگیرن. چه جوری میشه که این ورد فکر خودشونن، اون ورد کسی نیست به فکر وطن باشه؟ بنابراین شما زیاد دنبال این حرفا تو مملکت ما خیلی زیاده. اینجا رسمه که آدمای بزرگ رو میزنن چون خودشون نمیتونن گنده بشن، میزنن میارن در سطح خودشون بکنن، نمیان آدمای کوچیک رو تربیت کنن، آموزش بدن، ببرن اندازه آدمای بزرگ کنن. بنابراین شما چه توقعی دارید وقتی که کنفدراسیون داره رأی میده، رئیسش بحرینیه، دبیرش نظر رئیسش هست، همه هم میشن اعضای کمیته مسابقات، بله رأی میدن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، هیچ کاری هم نمیتونن. این حرفا خوراک داخلی داره با. این حرفا برای راضی کردن مردم هست. بنابراین من تصور میکنم به عوض این حرفا، به عوض شیر ماریدن سر مردم، به عوض شروع کردنش، به عوض ملاقات با وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه وقتی با بحرین ما رابطه ای نداریم چیکار میتونه بکنه؟ کنفدراسیون دسته آقای مصطفی، آخه وزارت ورزش ایران میگه که این یه تصمیم گیری ناعادلانه بوده، اصلا میگن موضوع سیاسیه به دلیل فشارها حد اکثری. آقای محترم این اصلا به وزارت ورزش ربطی نداره، باز شد دخالت سیاست در ورزش. اینو باز خود فدراسیون فوتبال اگه لیاقت داره، اگه ببینین این چیزی که تصویب شد حاصل ناهنجاری های 5 6 10 سال گذشته در فوتبال ایرانه. دیدی که در مورد مسابقه باشگاه انجام، باشگاه آسیا انجام شد، همه بچهای من ما رفتن خارج. اینجا هم کرونا رو بهانه کردن، عدم امنیت استادیوم ها، چون ما پرونده داریم در فیفا و اف‌سی که ما تماشاگرانمون تماشاگران آرومی نیستن، وقتی تیمشون میوازه همه کار میکنن، جریمه شدیم. ما پرونده داریم درباره بدهی بازیکنان خارجی، یه دلیل دو دلیل نیست که اینا این کارو میکنن. خب این دلایل رو به نفع خودشون برداشتن. ما هم شاید اگه یک دو سه چهار تا آدم داشتیم تو کنفدراسیون تو اون جلسات میرب، اصلا رخت خوابشون رو مینداختن جلوی در کنفدراسیون فوتبال آسیا تا حق مردم میرن. اونجایی که باید حق مردم رو بگیرن رفتن حق خودشون رو گرفتن، رئیس و دبیر و دبیرکل رو. آقای مصطفی شما خب خوشبین نیستید، خیلی هم منتقدید، گفتید که بعیده که بشه کاری کرد، یعنی اینکه موضوع تمام شده میدونید دیگه؟ من ببینید من کاری نیستم. من میدونم قوانین کنفدراسیون تونستن میزبانی رو از قطر بگیرن جام جهانی 2021 تونستن بگیرن 22 رو معذرت میخوام، نتونستن. کمیته اجرایی بیپا تصویب کرد، الان هم تصویب کرد. الان دعوضی که اینجوری شلوغش میکنن، بیان به مربی آتور قدرت بدن، بیان اردوهای تدارکاتی بزنن، بیان بازیکنان رو در مواقعی که فیفا اجازه میده جمع بکنه. تیم ما تیم معمولی نیست، تیم ما دو پله بالای تیمای آسیاییه، ولی ما اداره کننده نداری. مشکل ما فوتبال ما مشکل مدیرانه، مشکل کسانی تصمیم میگیرن، مشکلی که کفاشیان ها میان میشن رئیس فدراسیون 10 سال. شما اگر یک قدم بذارین بفرمایید تو ایران ببینین چه کسانی، حالا من به این فدراسیون جدیدن اومده کاری ندارم، به فدراسیون بگم چه کسانی دارن کار میکنن. کرونا رو بهانه کردن میزبانی از ما گرفتن، کرونا مسائل انضباطی فوتبال رو بهانه کردن میزبانی از ما گرفتن. اونا هم بی دلیل این کارا رو نمیکنن. تا شما بری میذارن برن کس که من شک ندارم رسیدگی نمی کنه میذارن جلوش، که آقا این مسائل است که ما نذاشتیم. متشکرم. و من
مثل قبل که 99% که گفتن اعتراض کنیم قبول میشه، اله میشه بریم. خیلی ممنون، خیلی ممنونم آقای مصطفی. داریوش مصطفی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، آقای مصطفی از افرادی اسم بردن که حق پاسخگویی دارن و اگر فدراسیون فوتبال خواستن صحبت بکنن، اعضای قبلی فدراسیون که خب حالا فدراسیون جدیدی داریم و همینطور آقای کفاشیان ما حاضریم که نظرات اونها رو هم منتشر بکنیم. اگه به شما بگیم که امروز روز جهانی یک عدد است، باور میکنید؟ بله، روز جهانی عدد پی است، عددی که اگه کشف نشده بود شاید جهان به شکل امروزی نبود. گزارش ببینیم از شبنم شعبانی. روز جهانی عدد پی، روز 14 ماه سوم سال در تقویم میلادی، به این دلیل واضح که عدد پی تا دو رقم اعشار 3.14 است. اگر به نظر شما عدد پی فقط به کار ریاضیدان‌ها و دانشمندان و مهندسان می‌آید و فقط آنها هستند که از اختصاص یک روز به این عدد باشکوه خوشحالند، سخت در اشتباهید. اگر ارشمیدس عدد پی را نمی‌یافت، جهان امروز ما احتمالاً شکلی کاملاً متفاوت داشت. البته اگر دیر یا زود یک نفر دیگر این عدد جادویی را کشف نمی‌کرد. عدد پی یک عدد حقیقی و گنگ است. نسبت محیط دایره و قطران که به افتخار کاشفش به ثابت ارشمیدس هم معروف است. هرچند که خیلی بعد از ارشمیدس این ویلیام جونز ریاضیدان انگلیسی بود که حرف پی را که 16 حرف الفبای یونانی و اول کلمه پریمتروس به معنای محیط است به این عدد اختصاص داد و بعد از او لئونارد اویلر سوئیسی از آن مفصل در حساب دیفرانسیل و انتگرال استفاده و آن را جز این ناگسستنی از زندگی امروز ما کرد. البته حکایت‌های زیادی هم وجود دارد که مصری‌های باستان، بابلی‌ها یا ایلامی‌ها در سالیان دور به این عدد رسیده بودند و از آن در محاسبات مهندسی استفاده می‌کردند. در جهانی که در تقویم‌ها ده‌ها روز به مفاهیم گوناگون اختصاص داده شده، شاید خوردن یک قطعه کیک در روز جهانی عدد پی و جشن گرفتن حقیقت کمک ارزنده این عدد اسم به زندگی ما در جهان خالی از لطف نباشد. شبنم شعبانی، بی بی سی. ممنونم که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت ما و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.